تفریح به خانواده صیاد می کنم وقتی ز آشیانه خود یاد می کنم. عرض ادب و احترام دارم خدمت آفریدگار ایران، خدمت شما همیانان عزیز و ارجمندم. امیر درخشان عزیز برنامه را هدایت می کنه، یکی دیگه از مجموعه برنامه ها در تلویزیون ایران فردا. و سپاس و تشکر از محبت های شما. یه موقعی من 24 سالم بود، یادم نیست دقیقا چقدر، رئیس جمهور ایتالیا آمده بود به ایران و من رفتم یک گفتگو با ایشون انجام بدم و در اونجا رئیس جمهور ایتالیا که مترجم داشت، چه مترجم اون گفتگو با رئیس جمهور ایتالیا، الان در استودیو هستم بعد از سالها ایشون رو ببینم. درود بر شما دکتر. خیلی خوشحالم. بیژن سعادت، پروفسور بیژن سعادت که سالهاست در فلورانس زندگی می‌کنه. چند ساله دیگه؟ دو سه قرن نمی‌شه نه؟ همینطوره. یعنی بچه‌مون هم اونجا متولد شدن، اونجا ازدواج کردن و فعلا فکر کنم که 50 سالی باشه که بنده با این 50 سال در فلورانس. در فلورانس. یعنی کانون رنسانس. بله بله. در واقع تولد تجدید فرهنگی جهان در این شهر اتفاق در شهر فلورانس و واقعا یه شهر فوق‌العاده‌ایه. بنده یه مدت کوتاهی در ایران بودم، یه مدتی هم در اکوادور در جنوب امریکا و یه مدتی هم در عرشبت که شیراز در خدمت عرشبت که دانشگاه پهلوی اینجا در پس اون که رئیس جمهور شما اون موقع دانشگاه پهلوی بود. من اون موقع یکی از استادای دانشگاه بهتره بگم که جوانترین استاد اون دانشگاه بود. بله. چه رشته ای؟ رشته مهندسی راه و ساختمان. بعد اون ولی بعدا شما رفتید روی مرمت آثار باستانی. درسته درسته. عرض می‌کنم که اون موقع ما در دانشگاه پهلوی رشته آرشیتکتور نداشتیم و بنده آرشیتکت بودم اون موقع. آها. و رشته شهرسازی رو بنیان گذاشتیم، رشته ای به نام شهرسازی که هم به رشته راه ساختمان مربوط میشه و هم به معماری. و در فلورانس ایتالیا فعلا بنده مشغول فعالیت به سر رستوریشن آف مانومنت یا بهتر بگیم مرمت آثار باستانی هستم که به همه این دوتا مربوط میشه، چه به معماری و چه به مهندسی راه ساختمان و چه به تاریخ هنر، برای که این سه رشته حتما در یک مونومان هستند و حضور دارن و باعثی که از هر سه نظر مورد توجه قرار بگیرن. من خیلی خوشحالم که یه عده‌ای رو پروردم که بتونن این مهم رو دنبال بکنن و فعلا سه تا از آثار مهم اشتاد ایتالیا تحت نظر شاگردان من داره انجام میشه. حالا بعد میرسیم به این موضوع، برام خیلی فوق‌العاده جالبه. گفتی دانشگاه پهلوی، این چیزایی که راجع به دانشگاه پهلوی میگن مبالغه است یا واقعی سنی واقعا یه دانشگاهی بوده در تراز دانشگاه درجه که دنیا؟ این دانشگاه با دانشگاه پنسیلوانیا در حقیقت یکی بود، یعنی در واقع یکی از، یعنی خواهر برادر بودن؟ نه، یکی از شعبای دانشگاه عرشبت که پنسیلوانیا در فیلادلفیا اون دانشگاه بود. اینه که اغلب استادها همه به انگلیسی تدریس میکردن و سیستم امریکایی بود که پیاده شد، ولی الان ما میبینیم در همین شهر عده بسیاری از دانش آموختگان این دانشگاه پستای بسیار بالایی دارن در همه جا، در اینجا، در اروپا، و نشان میده که این دانشگاه دانشگاه الیت و دانشگاه فوق‌العاده‌ای بوده، هم بودجه خوبی داشته و هم استادانش استادایی بودن که انتخاب شده بودن. من خاطرم هست برای اینکه مدرک بنده رو دکتر در معماری و شهرسازی بشناسن یه مدتی طول دادن، چه که میبایستی مطالعه کنم ببینن چه دانشگاه معتبری هست که من رو به قبول بکنم. یه عده بسیاری از کسانی که پی‌اچ‌دی داشتن، دکترا داشتن، اینها مورد قبول واقع نشدن. میبایستی دانشگاه های سطح خیلی بالای دنیا باشن، مثل استنفورد، مثل هاروارد، مثل پرینستون، این دانشگاه ها رو زود قبول میکردن. اینی که عرض میکنم یکی از افتخارات مبالغه نیست. نه خیر. یکی دانشگاه های خوب ایران بود، دانشگاه های سطح بالا بود. مگه دمه مثلا شبیهش تو خاورمیانه داشتیم؟ واقعا نداشتیم. یه دانشگاه ارتادو تکنیک اونیورسیتاسی در آنکارا هست که دانشگاه امریکاییه، ولی اون حالا هوای ارشد دانشگاه پهلوی نداشتن. از یه طرف به کشورهای عربی نزدیک بود و مخصوصا کسانی که چشم درد داشتن میومدن به این دانشگاه و سه تا بیمارستان خیلی مجهز. اون موقع دکتر ریاضی باری دکتر ریاضی از برجسته ترین بیمارستانه، مثلا پوستچی یکی از اون بیمارستانه بود. پزشک مخصوص با
پادشاه عربستان. دقیقاً. بله درست می‌فرمایید. دکتر خدادوست اون موقع اونجا بود. دکتر خدادوست هم که واقعاً یکی از برجسته. بله. یعنی که چشم پزشکی مثلا فوق‌العاده بود. هیچ جای ایران ما نداشتیم همچین چیزی. البته بنده چون اونجا تدریس کردم نباید که هیچ گونه مبالغه‌ای در این مورد کرده باشم. ولی دانشگاه بسیار خوبی بود و عرض می‌کنم اون کسانی که از اونجا فارغ التحصیل شدن همه مستر خدمات بسیار بزرگ. چه تعداد دانشجو داشتم؟ زیاد بود، چون در کنار این دانشگاه یک دبیرستان هم بود که کسانی که اونجا فارغ التحصیل شدن مستقیم وارد دانشگاه میشدن. حتی کودکستان هم داشتیم. کودکستان بله. و اونجا میدونید که خوشبختانه اولین بار آقای علم اونجا تشریف آوردن. تو میگی آقای علم بمبان فرنگ مهران بودن. بله. در دوره شما کی رئیس دانشگاه؟ دکتر هوشنگ نهاوندی. دکتر نهاوندی رئیس دانشگاه بودن که بعد اومدن به تهران و در دانشگاه تهران بود. دکتر فرنگ مهران تا این اواخر بودن دیگه، تا آخر سر ایشون تشریف داشتن و بعد در اونجا ما یه کار نسبتا خوبی کردیم. مثلا بنده بیش از 17 تا کتاب بنده در اون زمان نوشتم که یکیش بارگاه رضا هست که در 4 جلده. بله. شما یادتون میاد که در بارگاه رضا اشاراتون به بارگاه رضای حضرت رضا. بله. و بارگاه معصومه، بارگاه عبدالرزاق، از بارگاه معماری، عدید معماری و عدید معماری. بله. مهم خیلی. بسیار اهمیت داره، یعنی جزء مرمان مهم دوره اسلامی ایرانه. بله. دوره طلایی اسلام. بعد حضور درست کنم این دانشگاه حسنش این بود که یه عده بسیاری از استادای خارجی رو هم اونجا دعوت میکرد. مثلا یکی از اون استادای خیلی مهم پروفسور فرای بود، اگه خاطرتون باشه. بله. ریچارد فرای. و قبل از ایشون آرزو داشت بره به ایران و آخرم اجازه نداده. عجب. اینجا سوزوندنش. ولی برعکس پروفسور پوپ که بنده افتخار خدمت در حضور ایشون داشتم. بله. ایشون رو در اصفهان به خاطر یکی از فوق‌العاده ترین آدم‌ها بودن و ایشون به بنده این ماموریت رو دادن که دنبال راه ایشون رو بنده بگیرن. میدونید ایشون تا دوره صفویه رو خوب پیگیری کردن و از اون به بعد رو گفتن که باعث ایرانی ها این کار رو دنبال بکنن. بعد و من خیلی خوشحالم که خوشحال راجع به اصفهان. اول میخوام ببینم که هیچ پیوندی تا اونجا که بودم پیوند وجود داره بین فلورانس شهری که الان شما در این زندگی میکنید، اصفهانی که الان داره بهش صحبت کردی، وجود داره؟ 100% وجود داره. اصلا به طور کلی بین ایران و ایتالیا بسیار روابطی بوده، هم از نظر میسیونرهایی که میمادن به ایران که مسیحی بودن و میخواستن به یه طریقی دیانت مسیح رو اونجا کنن، و چه از نظر دولتی خیلی روابط بسیار از دوره قبل از شاه عباس ما رابطه خیلی مستقیم و نزدیکی با هم داشتیم. کما اینکه یکی از مهمترین و قشنگترین فرش‌های دوره صفویه رو ما در موزه فلورانس میتونیم داریم. بله داریم. دوره صفویه. مال همون دوره صفویه است. چقدر چیه؟ یک قالیچه است، یعنی 3 متر مربع است. ولی بسیار نفیسه. بسیار نفیسه. مال یکیش مال اصفهانه، یکیش مال کاشانه. و اینها چیزهای فوق‌العاده‌ای هستند که خود شاه تا ارتباط بین فلورانس و اصفهان. بله. عجبه. یکی از افتخارات بنده واقعا بله واقعا این هست که در حدود 15 سال پیش بنده این پیشنهاد رو به انجمن شهر فلورانس کردم. اینم بازم حمله بر بدو نباشه، بنده شهروند افتخاری این شهر هستم و حرفامو قبول میکنم. بعد از مدت ها بله گفتن که بسیار خوب، حالا چی داره که اصفهان بخوایم ما خواهرخوانده این شهر مهم بکنیم؟ عرض کردم که ما در اصفهان رنسانس خودمون رو داریم، همونطوری که در فلورانس رنسانس اروپا هست، ما اونجا رنسانس شرق رو داشتیم. میدونید که شهر فلورانس یه شهر فوق‌العاده مهم تاریخی است. 30% از تمام گنجینه‌های هنر جهان در این شهر در شهر فلورانس. یعنی موتن آدم‌های مهمی مثل لئوناردو داوینچی، مثل ماکیاولی که شما اطلاع داری ازش، مثل بوکاچو، دانته آلیگیری، بیشتر از همه ارشاد میکلانج که بزرگترین تجار تمام قرون اثار هست و خیلی های دیگه. این چیزی که مردم میگن شما مرد رنسانسی هستی، یعنی مردی که همه چی رو میدونی. مثلا لئوناردو یکی از این افراد بود که امروزه واقعا اگر توی امریکا بود واقعا کار نداشت، چون اوور کوالیفاید میشه. درسته. با من رنسانس من. و این شهر از این شهر بود که تمام هنرها و علوم اروپا نشر شده، یعنی رفت به تمام دنیا از خود فرانسه. چون قبل از این یه دوره
طولانی تاریک اروپا رو ما داریم، قرون وسطا. قرون وسطا 1000 سال طول کشید همون موقع که بنابراین چراغ تمدن در فلورانس برافروخت. دقیقاً. درسته، اونجا روشن میشه. دقیقاً. اونجا روشن میشه و به همه اول به ونیز و بعد به شهرهای شمال ایتالیا و بعد به فرانسه، از فرانسه میره به اسپانیا و بعد تمام اروپا رو میگیره. و فلورانس هم که شهرهای مهم تجاری بود و حتی خاطرم هست که به ملکه انگلستان هم پور قرض میداد. حالا فکرشو بکنید چه به خود میکلانج وقتی سفر کرد رفت به پاریس دیگه اونجا را متحول کرد. بله. عنوان مهما. بله، هم دیگه لئوناردو داوینچی. لئوناردو. بله، لئوناردو یکی از اون افرادی بود که واقعا دیگه هرچی که ما از هنر و علم مدرن داریم از ایشونه. مثلا پرواز بله، بله، پرواز از یکی و این فکر پرواز. بله. این شهر اهمیتش عرض میکنم به خاطر موزه هایی که داره، 45 تا موزه داره و هر کدوم از اینها به قدری چیزهای مهم دارن و از یه نظر خیلی چیزهایی که مثلا فرض کنید گالری اسمش با موزه مترادف شده، یعنی که مثلا میگه نشنال گالری یعنی موزه نشنال. یا مثلا برای چی؟ برای که در فلورانس اون جایی رو که محل عبورشون بود اونجا رو کرده بودن برای نمایشگاه و اون شخصی که این کار رو کرد که وزاری اسمش هست اون در حقیقت فکر نمی کرد که این اسمی که برای این محل گذاشته جهانگیر باشه. درجان پروفسور سعادت به من بفرمایید وقتی به عنوان کارشناس مرمت آثار باستانی به سرنوشت اصفهان نگاه میکنید، وضعیت فجیع این بناهای فرهنگی، حالا شیراز و فارس اینا رو به کنار، مجموع آثار بازمانده از دوره هخامنشی، این بالاخره این مال این دوران صفویه به بعد، میخوام ببینم که چه احساسی بهتون دست میده، اصلا اینا رو میشه نجات داد یا نه؟ چون شما خیلی دست روی نکته بسیار مهمی گذاشتید و یک کمی من احساس میکنم که واقعا جریحه‌دار شدید. جریحه‌دار میشم وقتی که میشنوم که این آثار مهم تاریخی جهان که متعلق فقط به ایران هم نیست اینقدر مورد بیمهری دولت مردان ایران قرار گرفته. یکی از اون مهمترین تخت جمشید ما هست که بدونید به خاطر بارانهای اسیدی و به خاطر بیموالتی مردم این داره از بین میره و میدونید که این یکی از مهمترین مجموعه های تمام قرون اثار هست. فقط این نیستش که ما بگیم تخت جمشید، این یکی از زیباترین و قشنگترین و مهمترین و خوب بسیار خوب بونده، فقط باید از حالا به بعد نگهداری بشه. شنیدم که میخوان سدی ببندن و تمام. بله اون چه بعد ملاحظه کنی همچین چیزی یه فاجعه بود. خب بریم به اصفهان، به اونجا میرسیم. بله، اصفهان یکی از اون اماکنی است که سازمان ملل اون رو به عنوان گنجینه میراث فرهنگی جهان گذاشته و چندین بار هم مخالفت کرده، چه که میخواستن اماراتی در اون ساخته بشن و این اسپیکولاسیون بسیار زشت انجام بشه، خوشبختانه نشده و ممانعت کردن. خود اصفهانی هم مردم باهوش و زرنگی هستن و میفهمن که چه خبر هست و ایران میتونه و باید یکی از قطب‌های مهم جهانگردی جهان باشه و میدونی که درآمد ایتالیا بیشتر 2 برابر درآمد نفت ایرانه برای فقط اش توریسم و توریسم یکی از صنعت‌های بسیار بزرگه دنیاست. میدونی انسان عاشق زیبایی است و تحت این خصیله روح انسان تلطیف میشه و از این احساسات خشن و به اصطلاح ددی میاد بیرون و روح انسان دوستی بهش اضافه میشه. این نیست که بیهوده نیستش که این همه مردم در فکر این هستن که برن اماکن متبرک. خیلی اینا نرسن همینجوری وضع دام پیدا بکنه میمونه اینا. بسیار بسیار مورد حمله قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی که به هر حال سنگ و هر چیزی که به سنگ مربوطه یه دوره‌ای داره و این فرسوده میشه. باید ازش نگهداری بشه. بایستی که هر لحظه حساب کنه، یعنی موجود زنده است، منوان هم مثل یه آدم احتیاج داره به ریستگی و اگه نشه یعنی باید ترخوشش میبایستی که یک گروه
خیلی منسجمی باشه که بتونه اینها رو نگهداری کنه و این میراث بزرگ فرهنگ جهان رو حفظ کنه، برای که واقعا فردا فرزندان ما از ما گله میکنن که چرا این کارو نکرد. فلوناس گله میکنه که چرا به خواهر من رسیدی. دقیقاً. فلوناس واقعا خواهر اصفهان، خواهر خوانده اصفهان، خواهر خوانده اصفهان توین سیتی، یکی از توین سیتی هاست که عرض میکنم یه پیوند بسیار بسیار میمونیه، چون درست همون خاصیت و وجنات شهر اصفهان رو داره فلوناس و برعکس. البته یک 100 سالی بینشون فاصله هست، یعنی از وقتی که شاه عباس کبیر امر بر ساختمان های خیلی مهمی در نقش جهان کرد، اون موقع در حدود 100 سال گذشت میگذشت از اینکه لئوناردو داوینچی و رنسانس اروپا شروع شده. بله. و در قرون 17 16 و 15 بودش که اینجا پیدا کرد. میدونید برای که تیر دروری هم باز فشنگ باشه هم تفنگ، نمیشه که یک کدوم از اینا نباشه. در زمان شاه عباس یه عده‌ای مثل شیخ بهایی و بقیه بودن که اینها تونستن این شهر رو چیز بکنن، یعنی متبلور زیباش کنن، پاینده کنن. در فلورانس هم علاوه بر این آدمای مهمی که عرض کردم، لئوناردو داوینچی و بقیه آدمای رنسانسی، یک شخصی هم بود به نام لورنس کبیر که اینها رو تغذیه میکرد، به اینا پول میداد برای که همیشه باید این دوتا با هم باشن، یعنی تیر و تفنگ هر دو باشن تا این حاصل بشه. و اون موقع بود در حد تفنگ لیوان و آب، لیوان و آب کوزه و آب بذاره، آقا یه دو گفتن فشنگ تفنگ نیست، امیدوارم فشنگ باشه نه تفنگ. تمام بدبختی های ما سر همینه، منظور همین. خب بنابراین کوزه و آب. بله کوزه آب. بله واقعا من امیدوارم که همه ایرانی ها بعد با کمال افتخار میتونم مهمونداریشون رو بکنم، تشریف بیارم به این شهر خواهرخوانده فلورانس و من بتونم این شهر رو بهشون معرفی کنم. متاسفانه کسانی که میان به فلورانس اغلب اوقات خب با این شرکت های با این توریستی میان و هم مثل بقیه میرن مرکز خرید و بله میرن گوچی رو میبینن تو خیابون تورنابونی اونجا رو میبینن و بعدن یه مشروبی هم میخورن، رستورانی هم میرن، اسپاگتی معروف رو میخورن، ولی نمیان که ببینن چه چیزهای مهمی در این شهر هستش که یادگار ایرانه و در موزه ها برن اونا رو پیگیری کنن. ما امیدوار هستم حالا انشاءالله شما بتونید در این ما بنده رو راهنمایی کنید. ایده بنده این بود که همه ایرانی ها هر جا که میرن احساس بکنن که یکی از مهمترین آثار مهم در یکی از این موزه هست. مثلا همه موزه خودمون در اینجا در لس آنجلس کانتی میوزیم آف آرت که اسمش هست لاکما، اینجا مقدار زیادی آثار ایرانی هست و خوبه که ما که اینجا یه محاسبه کردن 95% ایرانی ها اونجا رو ندید. محاسبه کردن واقعا یعنی 90 شما از هر 100 ایرانی که بپرسید فقط احتمالا 5% اونجا. متاسفانه خیلی است. خیلی لطف کرد قربان شما، خیلی ممنون، انشالله که موفق باشید. سپاسگزارم و اینجا رو داشته باشید. بازم با دکتر سعادت خواهیم بود در برنامه های آینده هم، یعنی هم حتی ایشون در فلورانس هم باشه باز ما را آشنه می کنیم. هنرمند، اهل موسیقی، اهل نقاشی، اهل آثار باستانی، اصلا مهمتر ایران دوسته و به عشق اصفهان رفته در فلورانس زندگی می کنه. خیلی ممنون بشکرم. ممنونم. از بازداشته موسیقی عبور کنیم برگیم. خب در عشق تو من تو ام تو من باش، یک پیرهن است گو دو تن باش، جان و همه آن تو شدم من آن تو هم تو آن من. هر بار که این تاریخ ایران رو مرور میکنم باز متوجه میشم که چقدر ما زنهای خلاق و بزرگ خودمون رو انکار کردیم. حالا زنان ایرانی به چنان، حتی زنانی که دیگر کشورها در شکل دادن به شعر فارسی، در عشق و علاقه که نشون دادن به فرهنگ و ادبیات ما، خب سهم عمده‌ای داشتن، کارهای بزرگی انجام دادن، نقش مهمی داشتن، ولی متاسفانه اونها را ما انکار کردیم. مثل زیب النسا، دختر پادشاه گورکانی هندوستان، یعنی مغول، یک خاتون مغولی، اصلا اون بچگی نسبت به زبان فارسی عشق علاقه حیرت انگیزی داشت. دختر پادشاه در یک دربار
عظیم و باشکو زندگی میکرد، اما خلوت یا خلوتکده زبان و فرهنگ ما رو برای خودش انتخاب کرده بود، یعنی به زندگی خودش معنا داده بود و پدرش از این رو خیلی به او مفتخر بود. ولی متاسفانه او را ما حتی انکار کردیم، یعنی تذکره نویس ها سعی کردن او را هم ندیده بگیرن. کتاب آثار البلاد و اخبار العباد که واقعا یه اثر خوندنی است درباره جغرافی های جهان، جغرافی های شناخته شده اون زمان و شهر و بستی است درباره شهرها، ممالک مختلف، مردمانی که توی این ممالک زندگی میکنن، سنت هاشون، آدابشون، عاداتشون، کارهای با ارزشی که انجام میدن، نحوه زندگیشون. فوق العاده کتاب ارزنده است که بعدا البته در قرن 11 اون کتاب به فارسی هم ترجمه میشه و نویسندهش اهل قزوین بود و یک جهانگرد برجسته و نامدار ما. خیلی اطلاعات مفیدی در این کتاب داده میشه، البته بعضیش هم پر از اغراقه، بعضیش هم به افسانه بیشتر شبیه اون زمان که ارتباطات یا سیستم ارتباطی مثل امروز نبوده که، هواپیما که نبوده که، برای شما از یه نقطه به یه نقطه دیگه میرید باید وقت میگذاشتید، حتی از یک شهر به یک شهر دیگه گاه یک ماه دو ماه وقت میبرد. و روی به نسبت دانسته های انسان از احوال جغرافیایی دنیا و تاریخ ملت ها و نحوه زندگی اونها که اثر بی نظیره، اثر بغلاد. یک بخشی داره راجع به اقلیم رابع، اقلیم چهارم، وصفی داره درباره ری، شهر ری در مملکت و میهن ما، یک موقعی پایتخت دیلمیان بود، ابهتی داشت، عظمتی داشت. بکنید فقط در دو محله شهر که تصادفا محله تجاری هم بود، دو کتابخانه بزرگ فخرالدوله دیلمی تأسیس کرد، تو هر کدامش 25,000 جلد کتاب، 25,000 جلد کتاب خطی. میزان عنایت و عشق ایرانی ها به فرهنگ رو ببینید در اون روزگاران. و هر روی میگه شهر ری یکی از شهرهای مهم و اینها، یک داستانی رو نقل میکنه، به نظرم خود داستان خیلی شنیدنیست و در این حال خیلی بامعنا و خیلی تأثیر برانگیز. در شهر، در ری، یه خانواده ثروتمند زندگی میکنه در یه محله متعلق به اشراف. بسیار این خانواده خیلی بزرگن، اعضای فراوان داره این خانم، در دو و در دو خانه کنار هم زندگی میکنند. خب زن خانواده، خاتون خانه، حامل است، درد زایمان شروع شده، تمام اهالی دو خانه آمدن در یه خانه جمع شدن پشت در و اتاق زاو. رئیس خانه هم که جوانی ثروتمند اونجا نشسته و همه در یه حالت هیجان انگیز منتظر وضع حملن دیگه. تو اون محله یک دوست هم زندگی، عیاری که از عیاران معروف هم اونجا زندگی میکنه، مردم نمیدونن که اینها چه میکنن، به صورت ناشناس اینا عیاران، شبیه این در واقع کارشون این بوده که دستبرد میزدن به ثروتمندها، به اغنیا، و اون چی که به دست میمدن به بین فقرا تقسیم میکرد، راه دیگری نبود، زورشون نمیرسه به این زورمندان حاکم. خب سردسته عیار در جریان ماجرا بوده، این لحظه رو انتظار میکشته، میدونسته که رسم در این شهر که وقتی زنی درد زایمان داره تمام اشیاء زی قیمت رو میارن توی حیاط، میچینن کنار هم دیگه، چون میگفتن این شگون داره، هر چی که به اصطلاح ارزشمند و زی قیمت بوده همه رو یک جا جمع میکردن تا وقتی بچه به دنیا میاد در یه فضایی به دنیا بیاد پر از برکت و نعمت و ثروت و زندگیش توأم باشه با رفاه. دوست ها در اون لحظه که همه سرگرم کار زاو بودن داشتن یه اشیا رو جمع میکردن در حیات دیگری و از منزل خارج میکردن، ناگهان صدای بچه بلند، صدای گریه بچه، گریه ساز از راه رسیده، یک زنی از درون اتاق فریاد میزنه، پسره، پسره، مبارک.
رئیس عیاران آه از نهادش برمیاد، میگه هر چی دم دستونه بگذارید و برید، دیگه شگون نداره. این خانه، خانواده پسر به دنیا آوردن، اگه دختر بود سرقت ادامه پیدا میکرد. دادی داری دیگه.